بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. آیا ملت ایران با آن شور و هیجان در سال 57 انقلاب کرد که کشور را به دست این فامیل بسپارد یا این فامیل؟ ابراهیم یزدی که آقای خمینی را از نجف به پاریس آورد کجای این نابسامانی ایستاده است؟ همه گفتید مسئولیت رو لوس نکنید، نگید که کی بود که بود، من نبودم. این گفت من نبودم، اون گفت من نبودم. گفتم پاپاس اصحاری درست گفت، همش نوار بوده. امروز ما میدانیم که هم نوار بود و هم فریاد قشری فریب خورده که به دنبال آزادی به پشت بام منزلشان رفتن. و اگر امروز این سناریو تکرار گردد، مطمئن باشید بجز در پشت بام چند حقوق بگیر رژیم، شما صدایی نخواهید شنید. آن هم ندای الله اکبر که ملت ما در این 35 سال طعم و بزرگی و کرامت خدای مهربان این رژیم را به خوبی چشیده است. با درود، تعداد ترک وطن کردگان ما طی این 34 سال با ارقام کاملا متفاوتی ارزیابی می شود. عده‌ای 2-3 میلیون و عده‌ای هم مهاجرین را نزدیک به 7 میلیون، یعنی 10% ملت ایران ارزیابی می کنند. اما آمارهای کارشناسانه تعداد ترک وطن کردگان را حدود 3 میلیون تخمین می زنند که عبارتند از تعدادی مهاجر، عده‌ای فراری، تعدادی پناهنده و تعدادی خودتبعیدی. اما در کنار این عده کسانی هم هستند که جانشان را نجات دادند، حالا هر تیتری می خواهید با آنها بدهید. به خوبی مشخص است که اکثر این ترک وطن کردگان عاشق ایرانند. خیلی کم میبینم افرادی که عشق به وطن نداشته باشند و وطن را ترک کرده باشند، حتی سران حزب توده که متهم به خیانت هستند. من یکی از بزرگانشان را در سن 90 سالگی ملاقات کردم، هموطنی که 57 سال قبل از ایران گریخته و در غربت میزیست، دکتر جهانشالو افشار، معاون پیشوری، رئیس فرقه دموکرات ایران که در تبریز در آن دوران حکومت خودمختار آذربایجان را برپا کرده بودند. آقای افشار، شما به عنوان یکی از رهبران فرقه دموکرات و معاون پیشوری چند سال قبل ایران رو ترک کردید و به خارج از کشور مهاجرت کردید؟ 60 سال قبل؟ عرض کنم که شاید 57 سال باشه. 57 سال قبل. تا این 57 سال هیچ وقت به ایران باز نگشتی؟ نه خیر. چه احساسی نسبت به ایران دارید؟ اجازه بدید که حالم جا بیاد. حال عجیبی کردید. به دیپلمات هایی که ترک وطن کردن بنگریم. وزیر امور خارجه ایران، داماد پادشاه ایران، اردشیر زاهدی. شما 31 سالی که در خارج زندگی میکنید، وزیر امور خارجه ایران بودید سالها و فعال سیاسی در سطح بین الملل، از زندگی خودتون در خارج از کشور راضی هستید یا نه؟ نه، مملکت من مملکت من. از محبت، مهمان نوازی سوئیسیا سپاسگزارم، خودم و فامیلم. اما خارج برای هیچ کسی کشور نمیشه. همون بقالیه که میتونستیم بریم ازش نسیه خرید بکنیم، همون ارشاد که باغون باشی که فوشم هم به هم میداد وقتی بچه بود، یا اون آهسری که در کونی به من میزد. مملکت من برای من منه. متاسفانه اولا فرمودید راجع به کتابم، بله دوتا، یکی زمان وزارت خارجه است باید تموم کنم، یکی بعد از وزارت خارجه سفارت دوم، بیماری اعلیحضرت، از دست دادن مملکت و فعالیت که بعد با
بعضی از رؤسای کشورها و سیاستمداران داشتم. امکان داره که دیگه من چون یه پام توی گورم نباش، اون دست خود، نه شوخی ندارم، فکت، ولی برام اینها رو تصمیم گرفتم و قرار دارم میذارم که بدمش به دانشگاه استنفورد یونیورسیتی که اقلن اونجا چون همه اینا تو باک. ولی مملکت هممون، هیچ کدومون، اگه کسی بگه راضی هستم، به هر حال راضی هستم، خدا رو شکرگزار هستم که تونستم این کتاب تا اینجا برسونم. اون دو کتاب هم دست خداست و از زندگیم ناراضی نیستم. من همیشه شکرگزار بودم اون چی که داشتم و اون چی که خواهم داشت و بگذشتم هم افتخار میکنم تا حدی که اشتباهاتم کردم تردیدی نیست. پس میتونیم امیدوار باشیم به بازگشت به کشورمون؟ انشالله بله، شاید من نه ولی شما جوانترید بله. امیدواریم باشیم. امیدوار. خیلی خوشبختم، خیلی ممنون. در اینجا پس از دیدن احساسات دکتر جهانشالو افشار، معاون پیشوری، و اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه ایران، می نشینیم پای صحبت دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران. آقای بنی صدر 32 سال است که ایران را ترک کرده و طی این سالها 49 کتاب یا بیشتر منتشر نموده که همه آنها در ارتباط با مسائل ایران و ایرانی است. کتاب خیانت به امید ایشان به خوبی به مسائل انقلاب ایران می‌پردازد که پاسخگو خیلی از مسائل است. آقای بنی صدر امروز معتقدند که نابسامانی کنونی در ایران به علت این است که آیت الله خمینی به عهد خودش وفادار نبود، یعنی تمام قول‌هایی را که در پاریس داده بود زیر پا گذاشت و نهایتاً یک حکومت فاشیستی مذهبی را در ایران مستقر کرد. او پس از رئیس جمهور شدن در مقابل استبداد خمینی نیز ایستاد. امروز در ارتباط با پناهنده شدن اولین رئیس جمهوری ایران به خارج از کشور می نشینیم پاش صحبت او. آقای دکتر بنی صدر، شما اولین پرزیدنت ایران بودید، بفهمید که به چه دلیل و چه عواملی باعث شد که شما به خارج از کشور مهاجرت کردید؟ اشکرمون، دلیل آمدنم رو همون روز اول ورود به فرانسه گفتم، اما دلیل بخواهیم به طور واقعی که اون روز گفتم در این مدت آیا کارهایی که انجام دادم همون دلیل یا کار دیگه کردم، اون وقت اون چه گفتم توجیه بوده. اون زمان گفتم من برای افشای روابط ارگانیک بین خمینیسم و ریگانیسم به خارج آمدم. خب در این سیر مدتی که آمدم از تابستان 81-1981 تا الان که عرض کنم تابستان 2013 است. خب چه کردیم ما؟ این کاری که گفته بودم براش بیرون آمدم کردم. اگه کردم پس اون حرف من، دلیل من درست بوده. در این مدت هم به همین کار اشتغال داشتم. عرض کنم که بله، یک رشته کارها در رابطه با اون رژیم انجام گرفته، از جمله همون روابط بین خمینیز و ریگانیز در افشای روابط پنهانی مثل اکتبر سورپرایز، ایران گیت، که این انجام گرفته و تا امروز هم ادامه داشته. تازه ترین کار در مورد اکتبر سورپرایز اخیراً در امریکا روبرت پاری سند پیدا کرد. آقا چون میگفتن که سندی نیست که حکایت کند از این که آقای کیسی که اون وقت رئیس تبلیغات ریگان و بوش بود در انتخابات ریاست جمهوری 1980 بعد شد رئیس CIA، این به مادرید رفته باشه اون روزی که گفته میشد در اون روز با فرستاده های آقای خمینی در مادرید بر سر گروگان ها گفتگو کرده. حالا اون سند پیدا شد، معلوم شد همون روز ایشون در مادرید بوده است. خب پس یه کار مداومی بوده تا حالا انتشار بدادی که غیر از خود من که یک کتاب به انگلیسی در آمده به امریکا، مای تن تو اسپیک،
سه جلد کتاب در باب روابط امریکا و ایران نوشتم. جلد اول روابط ایران امریکا و انقلاب ایران، جلد دوم اکتوبر سورپرایز، جلد سوم ایران گیت. اینجا هم مدت ها دکل بود اون اوائل که قضیه ایران گیت فاش می شد. اونم ترتیبش این است که غیر دوستان من که اطلاع می دادن، نزدیکان آقای منتظری هم مرتب اطلاع می دادن روزمره. نتیجه این فرستنده های امریکایی برای اینکه تازه ترین اطلاع رو داشته باشن هر روز مراجعه میکردن، و چون اون وقت این ترتیبات نبود نگه آوردودن اینجا دکل گذاشته بودن تو این حیات و که دیگه هر روز مجبور نباشن دکل بیارن. خب پس این رشته کار تنها ایرانگیت امریکایی هم نبود که افشا شد، انگلیسی هم افشا شد. در جریان همین افشای ایرانگیت انگلیسی بود که کار به دادگاه کشید و وزیر دفاع آلن کلارک دادگاهی شد، مجبور شد بره در دادگاه به اصطلاح شهادت بده، حضور پیدا کنه. در اونجا گفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد ادامهش رو فراهم کردیم مال ایران عراق. این یه رشته کار. یه رشته کار این افشای ترورهای رژیم بوده که این هم میکنوس مثلا که یک موردش میکنوسه در فرانسه بر کشتن دکتر بختیاره، در وین کشتن قاسم لوه، و که ما فهرست انتشار دادیم حدود 500 نفر ترور شدن، سازمان ترور، شبکه هاش، افرادش، اینا تا اینکه خارج کشور امنیتی حاصل بکند یک کوشش عظیم بود به کار رفته، و این شبکه شناسایی شده، افراد شناسایی شده. نتیجه این که اون به اصطلاح بنیه تروریستی رژیم کاهش یافته، علاوه بر اینکه افکار عمومی هم خیلی حساسیتش بالا رفت. این هم یه رشته کار بوده. خب مورد میکنوس خیلی برجسته است به لحاظ رأی، چون تنها موردی که دادگاهی رأی رسیدگی کرده، رأی داده سران رژیم رو و مقام های درجه اول رو دخیل دانسته در این جنایت. از جمله اونها غیر ترورها این دفاع از حقوق انسان در ایران، این یک قلمش این کشتار 67 که الان در این ماه که الان هستیم، این همون ماه کشتاره دیگه، ما مرداد و شهریور 67. خب این نامه از آقای منتظری که با آقای خمینی نوشته بود از ترکیه برای من پست شده بود، یک یادداشتی هم روش بود که در خیر و در دفاع از این مردم مظلوم شما از اینها استفاده کنید. اینجا هم ترجمه شد دو زبانهای مختلف داده شد به خبرگزاری ها که این قال بالا گرفته، دنیا فهمید که چه جنایتی در ایران انجام گرفته. خب این به طور مستمر این هم یک رشته کار بوده تا امروز ادامه داره. شما همین نشریه انقلاب اسلامی که نگاه کنی هر شماره یک فصل مخصوص حقوق انسان است، تجاوزها که به حقوق انسان میشه، دستگیری ها، شکنجه ها، اعدام ها و دیگر تجاوزها. بعد میمونه فسادهای این رژیم، همین مافیای نظامی مالی که الان دیگه همگانی شده، این کلمه از من است. و این فسادها رو از دوران خمینی افشاش ما شروع کردیم تا امروز ادامه دارد. این هم یه رشته کار. حالا اینا به کنار، اون میره رو کارهای علمی من که اگه در ایران بودم این امکان رو نمی داشتم. خب نشریه انقلاب اسلامی هست، سایت هست، اینا در قلمرو فعالیت سیاسی است. برای اینکه جامعه ایرانی نه اون تنها اونایی که در بیرون کشورن، بلکه اونایی هم که در درون کشورن بدونن وضعیتشون چیه. هر شماره یک کتابه در واقع، مثلا مجموعه یه فصل‌بندی داره و این فصل‌ها با هم ارتباط دارند و واقعیت رو هر 15 روز یک بار به
خواننده میگویند که این وضعیت سیاسی ایران چگونه است، وضعیت اقتصادیش چگونه است، وضعیت روابط بیرونی با دنیای خارجش چگونه است و تجاوزها به حقوق بشر در ایران در چه مرحله است. اینا به کنار میاد کوشش ها برای عرضه بیان استقلال آزادی به جامعه ایرانی، یک رشته کتاب ها شده عرض کنم به شما، و دموکراسی چیست. این دموکراسی چیست؟ کاریست که شروعش اینجوری شد. اکونومیک اسکول از من دعوت کرد که در باب اینکه رابطه اسلام و دموکراسی سخنرانی کنم در اون دانشگاه. حکومت انگلستان ویزا نداد. 200 استاد اون دانشگاه نامه نوشتن به وزارت خارجه. شرم‌آوره. شما چون نسبت ویزا نمیدید؟ هیچ اثر نکرد. ولی همون متنی که من برای اون سخنرانی آماده کرده بودم این رو شروع کردم تا این امروز در کار نگارش گذراندم که یک مجموعه بسیار بزرگی شده. یک از اینها چاپ شده، یک کتاب عرض کنم در توتالیتاریزم کتاب اول، کتاب دوم در ارکان دموکراسی است که این الان من آماده چاپ کردم فرستادم برای اینکه تصحیح آخری بشود و برود به چاپ. کتاب سوم در رهبری است، احزاب، سازمان‌های سیاسی، اینکه نخبه چه نقشی داره چه نداره، جامعه مدنی، همینا موضوع بحث میشه. یک کتاب در عدالت اجتماعی است که چاپ شده و پنجم، قسمت پنجم در رشد، از اون رشد کتاب عقل آزاد انتشار پیدا کرده. عرض کنم که بقیه مونده که رشد چیست، در غرب چی گفتن، سیر تاریخی چگونه بوده، از نظر فلسفی چه بوده، دار میرسه به مدرنیته و پست مدرنیته و این بحثایی که وجود داره و اینها، فلسفه عقل و بنبستش و اینا در جامعه غربی. بعد اینکه ما خود من چه میگویم راجع به رشد، اینم یک کار بوده. این مجموعه کارها بوده که تمام وقت من رو از صبح تا شام میگیرد. پس من روز اول اون چه گفتم راست گفتم و حالا شما بر اینا اضافه کنید دفاع از اینایی که از وطنشون آواره میشوند و حالا بخششون رو، اینا سه دستن از دید ما. یه دست اونایی که ما میشناسیم فعال سیاسی بودن در داخل، یه دست اونا هستن که فعال سیاسی هستن و ما نمیشناسیم، اونا که در داخلن معرفی میکنن. یه دست هستن که نه احتمالا فعال سیاسی هم نیستن ولی خب ما میگیم اینا حق دارن که زندگی کنن هر جا که میخواهن، گرچه عقیده ما بر این است که حتی فعالای سیاسی هم تا وقتی جانشون در خطر نیفتاده بهتر این است در وطن خودشون بمانند. اینا تعداد استشهادایی که از ما برای اینها داده شده 10,000 تا است. حالا به این ترتیب شما این زندگی که اون روز گفتم به همون رویه عمل کردم. من نه فرار کردم و عرض کنم به شما تو فرار باید از خطر کرد دیگر، ترس کرد. اونجا نه اینکه خطر نبود، چرا آقای محمد گیلانی گفت که ایشون 7 بار محکوم به اعدام است. اما اگر من میخواستم ساکت بمانم در یک کوشه بنشینم، آقای خمینی گفت بشین تألیفات بکند، مینشستم تألیفات بکنم، کسی به کار من کاری نداشت. تو دهن آقای محمدی گیلانی هم میزدن میگفتن فضولی موقوف. ولی من نمیخواستم این کار بکنم. یعنی نشستیم با هم جلسه کردیم با دوستان که خب محل ما حالا این انقلاب کردیم که قرار نیست که بل کنیم، که مثل فرزند آدم میمونه، آدم فرزندشو بل نمی کنیم، که حاصل عمر ما بوده، بل کنیم یه استبدادی بازسازی بشود. و خب
حالا که ما نمیخوایم بکنیم و جنگ هم که بود من در 22 خرداد 60 که اون هشدارنامه را خطاب به مردم ایران صادر کردم یک به یک گفتم این کودتا چرا میشود. یکی از اونها گفتم برای ادامه جنگ است، یعنی اون اگر اونها حتی یه هفته به تاخیر مینداختن کودتاشون رو جنگ تمام میشد، برای که قرار بود هیئت عدم تعهد بیاد جواب موافق آقای صدام بیا اعلام پایان جنگ میشود. اونا چون میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه کودتا کردن، یکی از عامل این بود که مدت 8 سال هم ادامه دادن. خب شما بخوای با همه افشا کنی جنگ رو ادامه شو، افشا کنی اینایی که گفتم و این کارهایی که گفتم اینا در ایران شدنی بود؟ غیر ممکن بود. ای تازه زنده میموندم غیر ممکن بود. دلیل روشن این که اونایی که موندن نکردن این کار رو. حالا من بسیار متاسفم اونایی هم که به خارج آمدن به این امور مهم نپرداختن. دیشان معلومه چرا؟ برای اینکه نمیخواستن به ترنج قبای امریکا و انگلیس بر بخوره. دیگرشون هم فکر میکردن که چرا گفت خودشون به خطر بیندازن. ما خب اینجا خطر کمتر از ایران نبوده برای ما. من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم و حالا الان این پنجره رو به خاطر حضور شما باز کردن. ولی این پنجره ها تو بالا همجور بسته است، این یک زندانی. این زندگی رو منش شکایتی هم ندارم، مبارزه است، این هم جزشه. اما میباید که این مدت صدایی میداشت. مردمی رای نمیدن. بعد من میگم خب حالا کودتا کردم من دیگه وظیفه ندارم. اونها اون ملت من رو موظف کرد صدای حق طلبی اون مردم باشم برای استقلال آزادی ایران تا زنده هم بیستم و بکوشم، برای اینکه تجربه ایرانی که عیبش اینه دیگه، تجربه میکنه نشه ول میکنه، صدای انقلاب مشروطه بعد ملی کرد نفت، این هم سومی. نه، این یکی باید به نتیجه برسه، نباید این تجربه رو رها کرد. امیدواریم هم که به نتیجه میرسه. آقای برسد، من تو در جریان فعالیت خارج از کشور شما طی 30-31 سال گذشته هستم. به هر حال سوال اصلی من این است که شما توضیح دادید به اندازه کافی، شما پرزیدنت ایران بودید و هنوز دوره ریاست جمهوری شما به پایان نرسیده بود که شما مجبور شدید کشور رو ترک کردید. من خیلی خلاصه میخوام بدونم اون دلایل اصلی که به یک بار شما تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید چگونه به وجود آمد؟ ببینید، ما توضیح دادم اینا برای شما و اینها دوباره به شما میگم. ببینید، ما خب جلسه کردیم ببینیم چه باید بکنیم. اول گفتیم میریم تو مردم. اول که گفت من قبول نداشتم که خمینی کودتا میکنه. پس این بعد از اون خلعی بود که در اعلام شد که شما دیگه آره. رئیس جمهور نیستید. نه، رئیس چیز نیستید، رئیس فرمانده قوا نیستید. گفت دوستان من گفتم نخیر میکنه. گفتیم خب فرض کنیم کرد، میریم تو مردم، مردم توضیح میدیم، برمی انگیزیم که آقا شما رأی دادید رو سر حقتون وایسید و نمیگذاریم استبداد بشه. به روی مردم که اصلا نمیکشه که. نخیر، بعضی از دوستان گفتند که نخیر میکشه. خود در چه خورده تازه من دیدم بله اشتباه از من بوده، من زیادی باور خوش باور بودم با آقای خمینی، اصلا هم کشید. خب حالا چه باید بکنیم؟ محل مبارزه کجاست؟ اگر من اون زدوبند با امریکایی ها رو زیرازی رو خبر نداشتم، خب تردید میکردم که آیا محل ایران است یا بیرون ایران. مدتی هم با وجودی که خبر داشتم، تا اون زمانی که این فهمیدم که نه دست به کشتنم میزند، میگفتم نه نمیرم خارج کشور. بعدم که زد گفتیم خب حالا دای فضای ایجاد بشه بهتر بریم پیش مسعود، احمد شاه مسعود در افغانستان. صحیح.
بعد گفتن که آقا شما رئیس جمهور ایران، حالا اون یه حرفی زده گفته که خط فکریش از پیروی همین کنه از خط فکری بنیشن، دلیل نمیشود که شما برای توی دره چیزی اونجا پرت پلاچ اصلا معلومشه کجا از کسی میکنه چی نمیکنه. ایران روزمره تصدی میخواد وضعیتش. این معناش اینه که از مسئولیت فرار کردید. خب محل دیگه کجاست؟ روشنه. وقتی شما یک جنگیست که ادامه دارد، یک سازش های پنهانیست که شده است، تو منهای این سازش های پنهانی قول اسلحه از امریکا گرفتن، اینا نمیتونستن کودتا کنن نه جنگ ادامه بدن. پس محل جاییست که بشود اینا رو با افشاکت جلوش ایستاد، افکار عمومی دنیا رو برانگیخت که این ملت دو ملت دارن نفله میکنن برای اینکه منافع انگلستان و امریکا اینجور ایجاب کرده، اسرائیل هم روش. خب نتیجه این شد، نتیجه شور این شد که محل اروپاست. تو اروپا چرا فرانسه؟ خب اولا یه دلیل که من در فرانسه دورش هم در همین حال وضعیت بودم دیگه. نه. یک دلیل اون. و دلیل بزرگترش این که فرانسه، فارس و فرانسه یک ویژگی داره که جای دیگه ندارن. اون مثل یه چهارراهه. و اینجا یک خبری که شما از ایران بگیری اهمیت داشته باشه بگی پخش میشه در همه جا. حالی که شما مثلا در سوئد باشی، اگر هم بنویسه یکی دوتا روزنامه سوئدی گمش، کسی نمیفهمه چی بشه چی. خب اینا دلیل که من فرانسه رو انتخاب کردم، این دلیل که من به خارج آمدم. البته اون زمان چون آقای رجوی ترتیب آمدن به خارج میداد و اون مبارزه هم جزی از این دلیل بود، برای اینکه شما وقتی در تهران مخفی هستی یک انرژی عظیمی لازم است برای حفاظت شما، و این وقتی آزاد شد خب کارهای بیشتری میتونه بکنه، اینطور که ایشون آقای رجوی توضیح میداد. و علاوه بر اینکه خود اینکه رهبری یک جنبش در بیرون باشه امکان بیشتری داره برای اینکه اون جنبش از نفس نیفته بتونه ادامه پیدا کنه. و خب در تاریخ ما کودتا شده، اینکه اولین کودتا که نبوده که بر ضد من، اما این مقاومت که در ایران شد بعد از کودتا این به کلی جدیده، اینجور با ادامه‌ای که داشته تا امروز هم ادامه دارد. و اینا همه دلایلی بوده، علاوه بر اون افشای اون روابط بین خمینیزم و ریگانیزم، اونایی که قبلا توضیح دادم، سبب شده که من به خارج آمدم. با سپاس فراوان از شما آقای بنی‌سر. با سپاس از توجه شما به برنامه کوچه ایرانیان که در هفته گذشته پخش شد. این برنامه همیشه در قسمت آرشیو تلویزیون ایران فردا بایگانی است و همیشه در دسترس عموم قرار دارد. در ضمن در irtv.com هم می توانید آن را ببینید. از میان ایمیل های محبت آمیز شما یکی توجه مرا در هفته گذشته بیشتر جلب کرد. با آن نظر آقای عطاالله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد اسلامی بود. ایشان ضمن اینکه برنامه را اندیشه برانگیز تشخیص دادند نوشتند که البته پر حسرت است. فکر میکنم منظور ایشان از حسرت سرنوشت یک ملت را اینطور برایگان در سینه طلا گذاشتن و به دست یک عده آخوند سپردن باشد. ولی نه، ایشان تا اینجا که یادم از هنوز دوران آیت الله خمینی را دوران طلایی میدانند که با هیچ یک از معیارهای حقوق بشری و تاریخی ما ایرانیان به هیچ وجه مطابقت ندارد. به هر حال لطفاً نظرات و پیشنهادهای خودتان را در مورد کوچ ایرانیان در سایت iranfardalive.com و یا ایمیل مستقیم ما kooch79@yahoo.com برای ما ارسال دارید.
گردید وطن غرق اندوه من، وای وطن وای وطن سرخند از این قصه سفیدان چمن، وای وطن وای وطن. خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن وای وطن. خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن وای وطن. اجازه دهید در این هفته باز گذری بزنیم به مسائل اولین روزهای مهاجرت ایرانیان به لس آنجلس. در برنامه هفته گذشته کوچه شماره 2 دیدید که چگونه بعد از برپایی اولین تلویزیون ایرانی ما را به سواکی و کسانی که ثروت ایران را ربودند و از ایران گریختند متهم کردند. و بعد نیست بدانید که این تهمت زدن ها هنوز هم ادامه دارد، چون انسان های جاهل کار دیگری بلد نیستند، چه در داخل کشور و چه خارج از کشور. در اینجا یک قلم به دست که روزنامه نگار هم نبود یک روز تیتر زد و نوشت که چک آقای خمینی را در جیب من دیدن. ولی برخلاف ایران و روزنامه کیهان آن، ما توانستیم روزنامه نویس خاطی را برای یک سال به زندان بیاندازیم و بعد هم او فوت کرد. آقای هادی حقوقی. بگذاریم. اما این کم دانشی هم یکی از مسائل ما در دوران آغاز این کوچه بزرگ بود و ندانستن زبان انگلیسی هم باعث شده بود که ایرانی ها از فرهنگ کشور میزبان و قوانین اینجا بی بهره بمانند. و ما لازم دیدیم با طنز هم که شده به این مقوله بپردازیم. Good morning, Monsieur Pershing. Good morning. Good morning. How are you? Thank you, sir. Come in, please. Thank you. Come in, tea, orange juice, coffee. No, thank you, sir. I have a register letter. Can I help you? Sure. There is a register letter for you. And this register? What you mean register? It means that you got to sign this place up. Please for me. Speak slowly, slowly. My English is not very, very good. Yeah, okay, I speak English, sure. But it's not very, very good. Okay, sir. Speak slowly, I understood. Okay, sir. Yeah. You got to sign this place up. I'm signing, never mind. I'm signing. No, please. Sir, me pencil. Wait a second. I got to be sure that if you are the one or not. I was supposed to who? Come to the... What? Salem Street. Salem Street. 362. 362. Mr. And Mrs. Oscar Cosmello. Kim? Oscar. Who? Oscar Cosmello. Oscar Cosmello. Yes, sir. Oscar Cosmello. Yes, sir. I'm sorry, sir. You got wrong number, sir. I'm sorry. All right, but you know what it says, yeah, sir? Oscar Cosmello. Yes, sir. Oscar Kim... This name is very near to my tongue, huh? Sure. Yani, I know this name. Who is this name? But yeah. I don't know, yani, who is this name? Okay, sir, if do you want me to check with the post office or what? Excuse me? Do you want me to go ahead and check with the post office? No, one moment, please. I ask my wife. Okay. Maybe she knows that who is this Oscar Cosmello. Oscar Cosmello. Excuse me. One moment, please. Okay, sure, sir. Jada! Jada! Jada, bu Monsieur Oscar Cosmello kimdi? Jada! Sir. My wife, yani, my wife, sir. Hearing not good working. All right. She is not good hearing. Then I don't know kim... I might let you read it. Oscar...
strong cosmetic. I can't read this. Yani I can read but my language. Yes. My language is little different with this language, you know. Okay, sir. This is I can't read this, but So I'll go ahead and check with the post office, and I'll check there and say that if Mr. Oscar Cosmello is here or... Are you sure you want Oscar Cosmello? Sure. I don't know, Kimbo Oscar... Sir. Oscar... Excuse me. So I'll check with you later. Oscar Cosmello, I think you are mistaken. Yani this Oscar... This name... It's very on my tongue, but I don't know where I listen to this. Jenna! Okay, sir. My wife is sick. I'll check back with you later. I got to go to the other house. Okay, but please come in for tea. Come no, in. No, thank you, sir. Please come in. Thank you, sir. Oscar Cosmino, you are. Oscar Cosmino. Oscar Cosmino. Okay, yani. Strobat machine. Oscar Cheneyashnaya. But I don't know. Okay. Oscar Cosmino, 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 و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.